درود فراوان به همه ایران دوستان عزیز. من آناشید، گوینده اخبار رودست، در خدمت شما هستم. اذعان ارتش آمریکا به زخمی شدن نظامیان این کشور در حمله سپاه به عین الاسد. مقامات آمریکایی پس از انکار چند روزه عدم خسارات جانی در عملیات انتقام‌جویانه سپاه پاسداران علیه پایگاه عین الاسد در عراق به تازگی اعتراف کردند که 11 نظامی آمریکایی در پی این حمله آسیب دیدند. نخست وزیر اوکراین استعفا کرد. رسانه‌های محلی از تقدیم نامه استعفای نخست وزیر اوکراین به رئیس جمهور این کشور خبر دادند. یک منبع آگاه ضمن تکذیب خبر درگذشت روح الله زم گفت روح الله زم در شرایط ویژه‌ای تحت نگهداری و بازجویی است. خبر درگذشت مدیر کانال آمد نیوز توسط کانال‌های معاند منتشر شده است و این در حالی است که او هم‌اکنون در سلامت کامل به سر می‌برد. سنای آمریکا ادامه روند استیضای ترامپ را به ساعت 18 روز سه‌شنبه به وقت گرینویچ، 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن موکول کرد. علاوه بر قاضی، سناتورها هم تعهد می‌دهند که بر اساس شواهد و مدارک و بی‌طرفانه رأی دهند. با این وجود، سوابق موارد پیشین استیضا نشان می‌دهد که سناتورها عمدتاً بر اساس خطوط حزبی رأی می‌دهند. هرگز از یک قلدر اجازه نخواهید. ویدیویی که اتحادیه اروپا از دیدار ظریف و بورل منتشر کرد نشان می‌دهد که وزیر خارجه ایران به اروپایی‌ها توصیه می‌کند که زورگویی‌های دیگران را نپذیرند. ظریف پیش از این هم به اروپا گفته بود که تبعیت مداوم اروپا از آمریکا اعتبار کشورهای اروپایی را تضعیف می‌کند. کشورهای دیگر همکاری ایران را می‌سنجند. وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد کشورهایی که شهروندانشان در حادثه هوایی سقوط هواپیمای اوکراینی جان باختند به طور روزانه همکاری ایران را می‌سنجند. وی همچنین در گفتگو با وزیر خارجه ایران اعلام کرد که قبول مسئولیت این حادثه برای ایران تبعاتی به همراه خواهد داشت. ناوه هواپیمابر فرانسه به خاورمیانه اعزام شد. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که این کشور ناوه هواپیمابر شارل دوگل را در قالب یک ناوه گروه برای حمایت از عملیات نظامیش در خاورمیانه به منطقه اعزام می کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک سخنرانی به مناسبت سال نو میلادی در جمع نیروهای نظامی این کشور اعلام کرد این ناوه هواپیمابر از ژانویه تا آوریل در پشتیبانی عملیات شمال به کار گرفته می شود و سپس به اقیانوس اطلس و دریای شمال اعزام خواهد شد. پیشبینی ترامپ درباره استیضایش در سنا باید خیلی سریع پیش برود. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران دفتر بیضی کاخ سفید در واکنش به آغاز رسمی استیضایش در سنا گفت فکر می‌کنم باید خیلی سریع پیش برود. وی اتهامات مطرح شده علیه خود طی فرایند استیضا را به عنوان حقه توصیف کرد. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین کانال دوم رودست را سابسکرایب کنید. پاینده باشید.